آغاز رزمایش طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به حول قوه پروردگار با استمداد از ارواح طیبه معصومین شهدا، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع سلامت با رمز یا زینب کبرا، یا زینب کبرا، یا زینب کبرا، بسم الله شروع بفرمایید. بعد از ابلاغ طرح شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، در ابتدای قضیه ما قرارگاه عملیاتی شهید حاج قاسم سلیمانی رو در شهرستان زنجان آغاز کردیم و آغاز فعالیتش رو رسما اعلام کردیم. در داخل شهر زنجان برای اینکه مشکلاتمون رو بتونیم راحت‌تر حل بکنیم، 4 قرارگاه فرعی شهری رو ایجاد کردیم و اینها رو مرتبط کردیم با مرکزهای بهداشتی که در این 4 منطقه قرار داشتن و 3 مرکز و قرارگاه فرعی رو در بخش‌های 3 بخش روستایی شهرستان زنجان ایجاد کردیم. بعد از اون اقدامی که در سپاه شهرستان زنجان و قرارگاه عملیاتی حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، تقسیم بندی عزیزان بسیجی به 3 کمیته مراقبتی، حمایتی و نظارتی. تیم نظارتی عزیزان بسیجی در کنار همراهی عزیزانمون در مراکز بهداشت در منطقه ها و محله های خودشون، اصلی ترین نکته ما در طرح حاج قاسم سلیمانی محل محور بودن و استفاده از بسیجیان محله خود، محله در اون محله بوده، با مراجعه به تمام سنوف، با مراجعه به مراکز مختلف و چک‌لیست هایی که در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی که باید سنوف محترم باید اینها رو اجرای بکنن مراجعه میکردن و تذکرات لازم رو میدادن و این عزیزان هم اینها رو رعایت میکردن. در کنار اون تیم نظارتی ما نسبت به رصد اوضاع و وسایل و اقلام ضروری مردم اقدام کردن که خروجی اون 55 انبار بزرگ احتکاری رو توسط عوامل و عزیزان بسیج اصناف ما به مراکز غذایی معرفی شدند. در بحث تیم مراقبتی در کنار عزیزان مرکز بهداشت، 50 تیم مراقبتی رو ما ساماندهی کردیم. کار این عزیزان سرکشی به منازل و وضعیت اوضاع عزیزانی که قابلیت مراجعه به مراکز بهداشت نداشتن، با همکاری تیم‌های پزشکی و عزیزان بسیجی که از جامعه بسیج جامعه پزشکی به ما معرفی شده بودن، اقدام به برپایی تیم‌های مراقبتی کردن. چند سالتون شما؟ 44. اگه تب کردی استامیفن بدون کدئین میخوری. 2-3 روزم استراحتتو بیشتر کن، انشالله که سلامت بشی. اگر علائمت بعد 2-3 روز دیدی بیشتر شد، تب داشتی، بدن درد داشتی بیشتر شد، اینو نزدیکترین پایگاه سلامت پزشک بره میتونه ویزیت.